بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت بخیر دوستان عزیز. امید صحتمند سرحال باشین. جلسه هفتم است و قرار است در این جلسه قسمی که ما قبلا کار کردیم، در این جلسه در صفحه about بیایم روی تاریخچه خود نوشته کنیم، ماموریت، دیدگاه، ارزش ها و برنامه هایی که داریم، ایره در درباره ما میتونیم شرح بدیم. البته فعلا چی باز است پروژه، ما تکرار این کار انجام ندادم. در صفحه about میریم و از فوتر به بالا، در اینجا از مینو به پایین، از مینو به پایین و از سلاید به پایین، از سلاید به پایین. خب از سلاید به پایین اینجا یک سکشن تعریف میکنیم. یک سکشن، سکشن هم ما داریم، سکشن هم به عنوان یک تگ داریم که میتونیم ازش استفاده کنیم به عنوان مادر دیو، یعنی یک دیو بزرگ که داخل از او میتونیم دیوار داشته باشیم. این قسمی اگر نام دیوار مشخص کنیم، مثلا نام الیمنت های ما را مثل سکشن و فوتر و هیدر و دیو و اینا را اگر مشخص بکنیم باز برام آسان میشه. مثلا سکشن ها را بفهمیم، سکشن چی، سکشن چی. مثلا اینجا میتونیم یک سکشن برش آیدی بتیم، برش کلاس بتیم، برش بگیم که about section now, about section یا about section, about sec. ایره ای قسمی میتونیم راحت سکشن بندی های ما رو داشته باشیم که بتانیم ازش در دیگه جای هم استفاده بکنیم و الیمنت های ما رو بتانیم به شکل درستش بسته بندی کنیم. خب برحال سکشن about us رو داریم. در سکشن about us بین همین خود سیکشن رو من یک بار بر شما ببرم CSS و کار کنیم. ببینید فوتر اینجا داریم، از فوتر با پایین که نمیشه بنویسیم. اینجا هم برش میگیم که بیا about section به این شکل و خب اینا رو قبلا براتون گفتیم دیگه. ما به خاطر از اینکه بفهم استایل هم کدام صفحه در کجا نوشته است، این کارا میکنم. شما میتونید این کارو بکنین و اگر هم دوست نداشتین هیچ مسئله ای نداره. یعنی نگین که راشد این کارو کرده بود در جلسات ما هم بکنیم شاید مزیتی داشته باشه. این رو به خاطر از این میکنم که من همین قسمت هایی که دیزاین میکنم واضح فهمیده شود که چی به چی است. یعنی بالا نداشتین تو هم. خب به هر حال about section، در about section برش میگیم که مارجین بالا و پایینش باشه 30 پیکسل، از طرف بالا و پایین فاصله بیرونی داشته باشه 30 پیکسل و از دو طرف دیگه نداشته باشه. پادینگ داشته باشه از بالا و پایین، از هر طرف، از بالا و پایین 50 پیکسل باشه، از دو طرف 20 پیکسل باشه. یک بک‌گراند برش میتیم، بک‌گراند برش میتیم که رنگش همی 2698 بی بی ره، یکم ضعیفش میکنه، یک کمی ضعیفش میکنه. بیشه بیاین قسمت about ببینیم. اینجا ما یک دیو داریم، یک سکشن داریم، یک الیمنت داریم که فعلا به این رنگ و اینجا به ما به نمایش در آمده. خب یعنی فاصله هاش از بالا و پایین هم گرفته بر خودش و میبینین که همین قسم نمایش داده میشه. البته اگه فاصله رو نمانیم هم چون سفر رنگی ساختیم خوب است که فاصله نداشته باشیم، مارجینش رو مد نظر نگیریم. ببینین به این شکل اگه مارجین فوتر رو مد نظر نگیریم بر فعلا خوب است، در صورت نیاز باز حتما مد نظر میگیریم. به این شکل خوب شد. خب قسمی خوب است وقتی صفحه رنگی است بهتر است همون فاصله های سفید نباشه، بسیار مقبول معلوم نمیشه. میتونید به جای فاصله های سفید یک فاصله دیگه رنگی بزنید به خاطر که دیزاینتان همخوان باشه، کل جایش همخوان. البته این بالا همون هیدر ما هنوز سفید مانده، او را مگر آینده ها شد کاری برش میکنه. اینجا چی کار میکنیم؟ اینجا یک متن کلان دهی وسط میمونه، دهی وسط که کلا درباره تاریخچه
آغاز بلگی و اینا معلومات بدیم. البته حتما بلگی نیست، میتونیم هر چیز دیگر استفاده بکنیم. اینجا بگیم دات هیستوری به شکل یک پی برش میتیم، دات هیستوری تایتل. اینجا برش میگیم تاریخچه به شکل، و در پی همینجا که یک متن داشت، همینجا یک متن داشته، ایره دو بار کاپی پیست میکنم، کلن کتش میکنم. دات هیستوری تکست، هیستوری بادی، هیستوری تکست به این شکل. البته دقت داشته باشین که ای پی را چند تا مندازم، سه چهار تا. خب به این شکل ای را یک خروجی شب میبینیم به این شکل فعلا شده. خب از این حالت میکشیمش، یعنی ما دیگه رقم میخواستیم. ای را چی کار میکنم؟ about section را خود گرفتیم، داخل about section میتونیم یک dot about box. حالا خوب اینجا چی کار میکنم؟ اینجا the about box، در قسمت about، about box ما برش میگم ماکس ویتش یا همو ویتش دیگه، فعلا از ماکس استفاده نمی کنیم، از ویتش میگیم 800 پیکسل یا 1000 پیکسل باشه. 1000 پیکسل ببینیم، گرچه روی لپتاپ خورد است باید کمترش بگیریم، 800 پیکسل باید بگیریم، 800 پیکسل یا به نظر من هم 1000 پیکسل هم بهتره، 1000 پیکسل خوب است. این 1000 پیکسل که شد برش میگیم مارجین، مارجین صفر آتو، یعنی چی؟ یعنی میخوایم ای در وسط قرار بگیره به این شکل، یعنی از بالا به پایین صفر و از دو طرف اتومات باشه، یعنی اتومات یعنی هر دو طرف خودش مساوی میگیره. ما چیز تعریف کردن نمیتونیم، اگر چیز تعریف بکنیم باز مشخص همون رو میگیره که ما نتانیم شاید او رو مساوی کنیم. به این شکل ببینیم تاریخچه را دات هیستوری داریم، اگه اشتباه نشده باشه همین قسمت است، دات هیستوری، دات هیستوری داریم، بله هیستوری تایتل و هیستوری تکست داریم، یکی دات هیستوری، یکی دات هیستوری تایتل، یکی دات هیستوری تکست، این سه تا رو داره. بر از این میگیم ویتش چی باشه؟ ویتش 800 پیکسل باشه، کمتر از او دیو اصلی بالاییش، یعنی دیو که ایده داخل از او قرار داره. مارجین از ایرام عین چیز، کاپی پیست، مارجینش هم عین چیز. تایتل از ای میگیم فونت سایزش باشه 35 پیکسل و فونت ویتش هم، فونت ویتش هم باشه همون 750. بعد از این میگیم فونت سایز باشه 20 پیکسل. حالا یک رفرش بزنیم، یک سفر رو ببینیم خروجی ما چی شده. به شکل تاریخچه و معلومات، البته معلومات ما هنوز درست خوانده نمیشه، ایرام اگر کم بزرگترش کنیم و فونت ویت هم برش بتیم، فونت ویت ما 600، فونت ویت 600 به شکل. حالا به نظر میاد همه خوب است، حتی اگر 25 پیکسل هم، 25 پیکسل از خودش. به هر حال فونت، هدف من اینجا فونت سایز بود و احتمالا هم 20 یا 22 هم صحیح خواهد شد، بله خیلی هم 20 هم صحیح است. من متعجب شدم که چرا کار هم به این شکل ما داریم. ببینه دو تای دیگه هم پایین میگیریم، در پایین ازی میگیریم دیدگاه، ماموریت، ارزش ها. اینجا میاییم، البته دیزاینش
اینا فاینل فاینل نیست، روزانه باز آساسه کار میکنیم، جلسات بعدی هم روش کار میکنیم. هیستوری داریم، پایین از او میگیم ویژن، ویژن میژن، یک ویژن میژن داریم، دات ویژن داریم و دات میژن داریم به شکل داخل از این داد. خب ویژن میژن ما را ویژن و میژن نگیریم، من نظرم بهتر است همی وی ام بگیریم که هر دوشه مد نظر داشته باشه. بر از اینجا میگیم یک وی ام تایتل و یک وی ام تکست، دات وی ام تکست. یه قسمی ما نیاز نیست که مثلا به هر کدامش، این دوتا رو شبیه هم میتونیم بگیریم. اینجا می نویسیم ویژن، اینجا میتونیم بنویسیم همین یک پاراگراف را از اینجا قرض میگیریم، از اینجا قرض میگیریم پاراگراف ها و اینجا میمونه، این رو اینجا میمونه و اینجا نوشته میکنیم مأموریت، مأموریت ما، البته اینجا هم نوشته میکنیم دیدگاه ما به این شکل. ایره میریم حالا دیزاینش میکنیم چطوری؟ ما یک چیز دات یک دات ویژن و میژن داریم، اینجا ویژن و میژن داریم، دات ویژن و میژن. خب برازی میگیم ویت 100% باشه، دیسپلی فلکس باشه، با همه که کار شما میبینین که این پشت سر هم قرار میگیره. قبلا در مورد دیسپلی فلکس خوانده بودیم، وقتی فلکس میگیریم اتومات خودش ردیف میسازه، البته میتونیم باز پس دوباره از ردیف بکشیم. ببینین اینجا ما میخوایم چند تا دیگه رو اضافه بکنم، حالا ویژن میژن مانده گپی نداره. ببینین F12 خب اصلا فعلا که مسئله چی نیست. اجازه بدین من میره یکی دیگه هم و اینجا بانم ماموریت وی ام، میره یکی کاپی کنم، یکی دیگه میره کاپی میکنم پایین، می نویسم ارزش ها، ارزش های ما، ارزش های ما. البته روی چی نوشتن های ما زیاد مهم نیست دقت بکنین، مثلا اینا شاید براتون گاهی اوقات سوال شد، مثلا شما هایی که ویدیو رو میبینین احتمالاً در سطح مکتب باشین یا پس از مکتب فارغ شده باشین، شاید این چیزها براتون سوال برانگیز باشه. البته روی متنا و چیزهایی که من می نویسم زیاد دقت نکنین، کاری که میخواین بکنین این باشه که شما دیزاین وبسایت رو یاد بگیرین، فعلا باز دیگه چیزهایش آهسته یاد میگیریم. بخیر عرض شما اینا ببینین این ستا پشترم قرار گرفت. اگر ما یک کار دیگه بکنیم، مثلا چی کار بکنیم، مثلا بگیریم اینجا dot vm، اگر vm اگر برش بگویم که ویت 50% باشه، 50%، ببینیم. خب 50% چون سه تاست 50% ما نمیتونیم ببینیم، یکی دیگه هم اضافه کنم میتونیم بگیم دستاوردهای ما، دستاوردهای ما ببینید چهار تا ای هی چی نمیکنه اصلا، یعنی پایین نمیآید چون رو ردیف گرفتیم، میگه حتما ردیف باش. این کار ما صرف به خاطر همی کردم که به شما بفهمانم. حالا برش میگیم فلکس رپ، ما یک چی برام فلکس رپ داریم، یعنی به این معنا وقتی اول این رپ بگیرم، خب فلکس رپ و رپ میمونیم، یعنی چی؟ یعنی همین ردیف، ردیفی که ما داشتیم، یعنی چی بکنه، یعنی وقتی از حدش گذشت بیا پایین قطار شوه، باز میگه ما رپ بکنه. خب حالا ببینین دو تای دیگه ما پایین آمده، میبینین دیدگاه، ماموریت، ارزش های ما، دستاوردهای ما به شکل با 50% خودشان هم گرفته. ما به شکل
این کار رو انجام دادیم. به هر حال حالا در وی ام میریم و برش میگیم که پدینگ بگیر 10 پیکسل. آیست آیسته دیزاین ها تغییر خورده میره، پدینگ 10 پیکسل. البته دقت داشته باشین که باید باکس سایزینگ برش بدیم که بار در باکس باشه، یک قسمی باز کلین پایین نمیه. بیشه دات وی ام تایتل، وی ام تایتل میگم فونت سایزت باشه 20 پیکسل و فونت ویدت باشه 600. دات وی ام تکست خب برش میگیم فونت سایزت باشه 18 پیکسل. حالا ببینه به این شکل است. خب به نظر من همین رنگ خیلی خیلی تیر است. می قسمی خوبه. ببینین حالا یک گزینه های جدید هم خوب است که یاد بگیریم. ببینین وی ام داریم. اینجا ما بر وی ام یک dot vm body یک دیو دیگه ساختم به نام vm body. این در کل از این vm ها میمانم. البته دقت داشته باشین که در آخر از این دیو باز و بستش هم مد نظر بگیرن، یکی از این کاپی کنم خودش صحیح میشه. ببینن به شکل vm body. حالا برای روی وی ام بادی می دانیم یک سری ستایل های دیگه هم بزنیم. این اصلا پادینگ نتیم، مثلا برازی بگویم مارجین، مارجینش 20 پیکسل و 10 پیکسل باشه، یا اصلا کلن 20 پیکسل هم باشه مسئله ندارم. ببینیم به شکل. حالا براش میگیم برازی هم میتونستم مثلا همین چیزها رو بگویم، ولی باز خرابی میکرد چون ما یک چیز برام رو داریم که 50% گرفته میره. یعنی از 50% باز مارجین بتیم، باز او وقت است که خرابی میشه. یعنی مارجین جمع 50% باز ای دوتا در ردیف هم قرار نمیگیره. به او خاطر من او را دیو اصلی رو ماندم به مشکلی که باشه، چون وی ام ها که فعلا به یکی دیگرشون چسبیده است، فعلا کلن چسبیده. اگر برازی یک باردر به تو میفهمین هدف ما چی است. باردر 1 پیکسل سالید و رنگش هم مثلا هم سیاه. ببینن ببینن وی ام ها کلن به یکی دیگه چسبیده است، کلن چسبیده است. اگر به این مارجین بتیم، مارجین مارجین آخ مارجین 10 پیکسل مثلا مارجین بتیم، این دیگه دوتا پشت سر هم قرار نمیگیره، کلن میه ردیف میشه، قطار میشه، قطار میشه ردیف. خب همونی که شد از بالا به پایین، از افقی این میشه رو، این میشه کالم، ها ردیف و ستون، ببخش ستون میشه. خب اینطوری از بالا به پایین، اصطلاحات من ضعیف است. به هر حال ما بر از یک باردر میتونم 1 پیکسل سالید و رنگش هم همو آبی تیره تر که داشتیم میمونم 2698 بی دی. ببینیم خروجی ما را بشک. اینجا ما فعلا روی چی کار کرده هستیم؟ روی وی ام بادی کار کرده هستیم. برای یک پدینگ میتیم 10 پیکسل، شاید هم کم بود کنه بیشتر هم بتیم. ببینیم 10 پیکسل اصلا میتونیم پدینگ از زیر 210 بگیریم، 210 پیکسل به این شکل. ببینه قشنگتر شد به نظرتان یا نشد؟ خب البته ده حد ابتدایی قشنگ است. بخوایم خیلی کار رو میتونیم بکنیم. یک باردر ریدیوس هم براش میتیم، باردر ریدیوس 10 پیکسل.
اینا را یاد بگیرن دیگه، مثلا پدین و باردر ردیوس اینا را اول تشریح نمیکنم، کم کم کار آمدش یاد بگیرن خودتان میفهمین که چی کار میکرده. این تشریح ببینه باردر ردیوس هم داره برش قشنگ شد. یک شادو هم برش میتیم، باکس شادو دقت داشته باشین، باکس شادو وقتی میخوایم باکس سایزینگ، نه باکس شادو، باکس شادو، باکس شادو 3 تا گزینه داره، مثلا 4 تا گزینه داره که مثلا 0، مثلا 2 پیکسل، مثلا 5 پیکسل و رنگم چی میکنیم، رنگش هم انتخاب میکنیم سیاه بوده باشه. ببینه یک شادو دادیم برش. خیلی تیره است، حالت سیاه بودنش هم باعث میشه خیلی تیره شد. 0 0 اگه بگیریم یکم ضعیف شد، ولی اگه سیاهی را کم کنه خوبتر. نه ببینن شده داد بیشدو 0 0 اولی را مثلا 10 پیکسل اگه بگیرم دقیق داشته باشین. ببینن اولی سایه در کدام قسمت قرار بگیره مشخص میکنه، یعنی از خود چی به طرف راست چقدر فاصله داشته باشه، یعنی سایه یعنی چقدر فاصله داشته باشه. اگر میره منفی 10 پیکسل بگیریم، ببینید این طرف میه، یعنی کلا اولین گزینه که ما تعیین میکنیم در اینجا بر ما جایگاه سایه را نمایش میده. دومی گزینه مثلا 10 پیکسل اگه بگیریم چیکار میکنه؟ از بالا با پایینشه بر ما مشخص میکنه کدام طرف باشه. وقتی اولی از دو تا بغل، دومی از بالا با پایین، یعنی اولی از راست و چپ، دومی از بالا و پایین، سومی اندازه تیرگیش مشخص میکنه، اندازه اسپریدش مشخص میکنه، پخش شدنش. مثلا اگر 10 پیکسل بگیریم ببینین اندازه سایه را مشخص میکنه، اگر 20 پیکسل بگیریم ببینین زیاد شده میره، یعنی زیاد شده میره سایه را، اسپرید چقدر سایه باشه یک قسمی. خب این رو فهمیدیم دیگه. پس 0 0 یعنی 0 0 به این معنا که ما قطعا نمیخوایم سایه به دیگه طرف ها باشه، یعنی کلا از خود خودش سایه باشه. به این شکل، به این شکل ما ایره تا اینجا کار آوردیم. این حال یک گزینه هاور برش میمانم، هاور به معنای از اینکه ماوس بیایه روی از این میشه هاور، یعنی وقتی ماوس آمد یک تغییراتی داشته باشه. ببینه سایه فعلیش کم میمانم، همون 5 پیکسلی که داریم، همون 5 پیکسلی که داریم. حالا وقتی میگیم هاور شد، بیا یکم سایش تغییر بده که VM body 2 نقطه هاور. این قسمی یعنی میگیم همین element وقتی هاور شد. باکس شدویش برش میگیم چیکار کو 10 پیکسل کو 15 پیکسل کو برام. ببینن دقت دارین، ببینن هاور. حالا وقتی ما روی یکی از ایلمنت های ما میاییم میفهمیم که هاور میشه. میتونیم بکگراندش هم تغییر بدیم، میتونیم بکگراندش هم تغییر بدیم. مثلا بکگراند بالایی رو بگیرم یکم تیره ترش کنم. ببینید بکگراندی که ما اینجا در about sec داریم، about section، همین رو میگیرم یکمی تیره ترش میکنم. about section همین رو تیره ترش میکنیم. بله به شکل ببینن. خب ما خیلی چیزا در هاور هم میتونیم تعریف کنیم، خیلی چیزای زیاد میتونیم تعریف کنیم. خب بیاین یک کار دیگه بکنیم. در اینجا یک چیز به نام ترانزیشن داریم، آل میزنیم و یک اس یعنی یک ثانیه براش میزنیم. ترانزیشن همی حرکتش هست، ببینن حرکت که انجام میده، یعنی بگیم در 1 ثانیه صورت میگیره کل حرکت هایی که داره. مثلا همیال وقتی مثلا میریم رنگ ببینه قبلا سریع میامد، حالا کم آهسته شد. ای همی ترانزیشن 1 ثانیه ایست، ای کار انجام دادیم. حالا یک ترانسفورم هم برش میتیم، حرکت ترانسفورم برش میگیم سکیل 1.1 باشه. اندازه شبیه آمدیم اینجا برش تغییر دادیم، ببینین
ايه شكل؟ يك اشاريا صفر بانج، يك اشاريا صفر بانج. ايه شكل؟ ببینه هیام از کارهایی بود که جدیدن، خیلی جدید یاد گرفتیم. اینا رو تمرین بکنین حتما و خوشتونم حتما میایه وقتی میبینین این کارا رو بلد میشین. البته این دیزاین ها رو ارتقا میدیم انشاءالله، یک چیز بسیار مقبول جور میکنیم آهسته آهسته، ولی چون جلسات خیلی طولانی شده، است قرار ما همی بود که 10 الا 20 دقیقه باشه، ولی جلسات تا نیم ساعت هم میره. به هر حال کارخانگی رو حتما با ما بفرستین و یادتان نره که دوستایتان را معرفی بکنین، درس ها را به دوستایتان معرفی بکنین و بلگی را معرفی بکنین. میخواییم خانه ها را دانشگاه بسازیم. خدا نگهدار.